سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن ناصر شاهین پر هستم علاقمندم که به بحث خودمون به صحبت خودمون ادامه بدم اما یک دوست هموطن ترک زبان من تلفن کرده و گلایه رو مطرح کرده و من پیوسته این نگرانی رو داشتم که چنین سوء تفاهمی برای هموطنان ترک زبان امروزی من در اثر این صحبت ها پیش بیاد و خوشبختانه این هموطن من تلفن کرد و گلایش رو مطرح کرد و منو نسبت به امر جدیتر و هوشیارتر کرد و حالا لازم میدونم که یک توضیحی بدم اولا من خودم ترکم از خانواده پدری و مادری فقط تنها تفاوتم با ترک زبانان هموطنم این است که پدرم از کودکی در تهران رشد و نموف کرده آرام آرام در خانواده ترکی فراموش شده و من ترکی یاد نگرفتم و با فارسی بزرگ شدم حتی یادم هم میاد که پدرم و در خانه با همدیگه ترکی حرف می زدند. یک دو من من از معدود کسانی هستم که در طول سالیان گذشته به دفعات مکرر در مقالات و فرصت های دیگر هشدار دادم به هموطنانم که این شوخی های مستحجن رو با بقیه هموطنانتون نکنید اختلاف زبانی هیچ گونه اختلافی رو به وجود نمیاره در سطح ملی و کشوری پاره از هموطنان ما ترک زبانند پاره ای جیلکی صحبت میکنند گروهی کردی صحبت میکنند بلوچا با لحجه و بیان دیگری صحبت میکنند این درست نیست که شما تمام سخنان مستحجن و دور از فرهنگ رو نسبت بدید به گروه عظیمی از هموطنانتون بنابراین من خودم معتقد هستم که میبایست به این کشوری که بازمانده یک امپراتوری است و جمعیت ها و گروه های متنوعی دارن درش زندگی می کنند. همه اینا رو ایرانی و هموطن بدونم و همه اینا رو دوست داشته باشم سوای این مطلب دوست ترک زبان من دچار یک سوء تفاهم تاریخی شده که من باید اون رو حل کنم که اگر این مطلب رو حل نکنم چه بسا که سایر هموطنان ترک زبان من باز این گلمندی رو داشته باشند و اون این است که منطقه آذربایجان زبانی داشته به نام زبان آذری همینطور که گویشی در گیلان هست به نام گیلکی زبان آذری شاعرانی داشته نویسندگانی داشته و ازش آثار ادبی باقی مونده مثلا حمام تبریزی دیوانش به زبان آذری هنوزم هست همین صفیه دین چند تا قزل سروده به زبان آذری جد اینها این صفویه اونها هم هنوز هست و مرحوم کسروی در اون جزوه مربوط به زبان آذری یکی دو تا از این غزلیات رو هم آورده چاپ کرده اگر اشعار اشعاری که به زبان آذری سروده شده بگذاریم جلوی دو نفر یک نفر ترکی که فارسی نمیدونه و یک نفر فارسی که ترکی نمیدونه این دو نفر این شعر آذری رو بخوانند فارس زبان هفتاد درصدش رو میفهمه و ترک زبان یک درصدش رو هم نمیفهمه چرا برای اینکه زبان آذری یکی از رشته های زبان فارسی یکی از شعب زبان فارسی بوده و یکی از گویش های زبان فارسی بوده هنوز هم واجه های بسیار زیادی از زبان آذری در منطقه تالش و هشور وجود داره و زبانشناس برای دنبال کردن و تحقیق به این مناطق میرن و این واجه ها را هم پیدا می کنند حجوم ترکان آسیای میانه دقت فرمایید همونی که ما در استوره هامون بهشون میگیم تورانیان یعنی که هجوم آورندگان به ایران در از خارج از ایران و از آن سوی رود سیهون به عبارتی ساکنین دشت های دشت های وسیع بین رود سیهون تا مرزهای چین اینها قبایل متعددی بودند که چنگیز چند تا از این قبایل رو متحد کرد و حمله کرد و اون بساط رو را انداخت ترکمن ها یکی از قبایل آنها بودن سلجوقها، ها یکی از این قبایل بودن قوز ها یکی از این قبایل بودن توقز همینطور اینها قبایلی بودند که غیر ایرانی بودند و کاری در طول تاریخ جز حمله کردن به ایران و قتل و قارت و چپاول شرق ایران رو نداشتند جز این کار دیگه ای نمی کردن. چرا؟ برای اینکه از آن سو حملشان به چین غیر ممکن بود و از طرفی دیگری به جایی راه بردار نبودند من و مرزهای ایران هم که تا بلخ پیش رفته بود نزدیکترین جا براشون حمله به مرزهای ایران بود در زمان سلجوقیان وقتی قبایل سلجوق در ایران سکنا گزیدند و بعد حکومت رو گرفتند و بعد حکومت های ملی فارس زبان رو منحل کردند نابود کردند و ام امپراتوری بسیار بزرگی تشکیل دادند گروه عظیمی از اینها که مورخین تا عدد 600 هزار رو هم بیان کردند اینها میرن به منطقه آذربایجان در اونجا با زد و خورد با آذری ها یعنی ساکنین بومی و کشت و کشتارهایی که میشه و بالاخره ازدیاد نفوس اینها اکثریت پیدا میکنند و آرام آرام زبان آذری به زبان ترکی تبدیل میشه امروز وقتی کسی میگه که مرد هموطنان آذربایجانی ما آذری صحبت میکنند داره حرف غلطی میزنه زبان آذری چیزی بود که مرد و رفت و به جاش زبان ترکی آمد حالا ترک زبانانی که امروز در سرزمین ایران زندگی میکنند از دو حال خارج نیست یا ایرانی های قدیمی بودند که آرام آرام زبانشون تغییر کرد یا نوادگان همون قبایل سلجوقی هستند که اومدن به اینجا و آرام آرام ماندند و زبانشون هم به بعضی از مناطق ایران تحمیل کردند و به تدریج شیش نسل، هفت نسل، هشت، ده نسل دیگه ایرانی شدند و اعتبار ایرانی بودند به این نیست که شما رد خودتو از 3000 سال پیش 2500 سال پیش بگیری بیای جلو هیچکس نمیتونه چنین کاری بکنه هیچکس نمیتونه چنین ادعایی بکنه خود من که دارم با شما حرف میزنم خودم رو ایرانی میدونم و ایران دوست میدونم و وطن پرست میدونم و میشناسم خودم سه پشت قبلی من غیر ایرانی بوده یعنی پدر پدر بزرگ من غیر ایرانی بوده ولی من امروز یک ایرانی هستم به همین اعتبار اگر اقوام سلجو هم در اینجا ماندند یعنی ترکان آسیایی میانه اینجا ماندند و به تدریج با آداب و رسوم ایرانی زندگی کردند دین ایرانی رو پذیرفتند مذهب ایرانی رو پذیرفتند آینهای ایرانی رو پذیرفتند و با این آینهای ایرانی مثل نوروز مثل انواع خلقیات و رفتار دیگه پذیرفتند و زندگی کردند اینا دیگه ایرانی هستند بالاتر از این همه این حرفا من خودم که به شهرستانهای متعدد ایران سفر کردم به واقع به شما عرض بکنم از متانت سنگینی و ادب مردم آذربایجان بیشتر از هر جای دیگری تحت تاثیر قرار گرفتم و لذت بردم این رو بدون تعارف عرض میکنم بنابراین من نه تنها خصومتی با ترک و ترک زبان ندارم تمام ترک ها ترک زبان ها ترکمن هایی که امروز در ایران هستند ایرانی اند هموطن ما هستند و به همون میزان ما باید این مردم رو دوست داشته باشیم که خودمون رو و همسایمون رو دوست داریم و براشون احترام قائلیم اما صحبت تاریخ مطلب دیگری است بسیار بسیار تاریختان ها بودند که به خاطر خوش آمده شاه وزیر فلان سردار تاریخ رو عوض کردند خب اینا به تاریخ بشریت خیانت کردند چرا؟ برای اینکه بد نیست ما واقعیات گذشته خودمون رو بدونیم و رد بسیاری از مشکلاتمون رو در این سلسله زنجیر تفکراتی که باقی مونده پیدا بکنیم به این دلیل است که از حالا به بعد مخاطبم هموطنان مسلمانم هستند من شخصا آدم لایکی هستم من بیدینم اما به خودم هرگز اجازه نمیدم که به شما که دیندار هستید سنی هستید یا شیعه یا مسیحی اهانت کنم یا بخوام افکار شما رو مردود بشمارم یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر از جمعیت کنونی دنیا مسلمانند مگر کسی دیوانه است باید دیوانه باشد که به اعتقادات و به نظریات و به ایمان یک میلیارد و هشتصد میلیون جمعیت جهان بخواد اهانت کنه با این اهانت چیزی گیرش نمیاد نه من به بت... من به عنوان یک انسان آزادیخواه، به عنوان یک انسان دموکرات باید همانطور که قبلا گفته شده خونم و بدم که حتی مخالفم اجازه حرف زدن داشته باشه اما نه به این مطلب به این دلیل به دلیلی مهمتر از این اینی که به اعتقاد و ایمان یک میلیارد و هشتصد میلیون جمعیت نه میشه توهین کرد نه میشه ایراد گرفت فقط کاری که میشه کرد این است که از این عقاید مجموعه عقاید خرافات زدایی بکنیم تا به حال هم کار من خرافات زدایی از ادیان دین و مذهب بوده این خرافات در تمامی ادیان و مذاهب وجود داشته و زمانی که رخت بر بسته اون جوامع پیشرفت کردن دوستان عزیز دوستان مسلمان آقایونی که از فیزیه برای من ایمیل میفرستید من از شما یک سوال میکنم یک مطلب اول بتون ارز کنم من موقع که دانشجوی دانشگاه بودم یک دانشجوی یک حرف بی ربطی زد که من تکرار نخواهم کرد مرحوم دکتر صدیقی استاد ما خطاب به اون دانشجو گفت تو اگر می توانی پنج نفر رو برای پنج روز صد در صد پیرو خودت بکنی <applause> که هرچی بگی اون پنج نفر تا پنج روز از تو پیروی کنند من به تو احترام میگذرم بنابراین کسی که در 1400 سال پیش آمده و یک دینی رو ارائه داده و امروز بعد از 1400 سال یک میلیارد و 800 میلیون نفر به قیمت خون خودشون از او پیروی میکنند با احترام از او یاد کن این یک بشر فوق العاده است من هم این ایمان رو دارم من هم این عقیده رو دارم بنابراین و بعد مهمتر از همه اینا این است که به عقاید ایمانی توده های وسیع هیچ نوع اهانتی نمیشه کرد و انجام این کار ناشی از بیسوادی بیخردی است و هیچ حاصلی هم نخواهد داشت تنها کاری که هر کس به عنوان یک روشنفکر فکر میتونه انجام بده این است که با احترام به ایمان مردم خرافات زدایی کنه خرافات زدایی در اسلام به مدد خود قوانین اسلامی حتی میسره وقتی پیغمبر اسلام میگوید انا بشران من آدمی هستم مثل بقیه شما ها از من معجزه طلب نکنید بعد بعد از چند قرن مردمی پیدا بشن و, بگ و بگن که وقتی خداوند میخواسته انسان رو خلق کنه حضرت علی پشت سرش ایستاده بوده و نظاره میکرده برا اینم یا به خاطر اینکه این مرد رهبر فکریشون بوده مرده حالا مردان گردن کلفت آدمای مسن نمیدونم با همه امکانات به بچه نه ساله او تعظیم کنند سجده کنند و از او کرامت بپذیرند ما امروز بچه نه سالمون رو روی کارسیت میشونیم کمربندش رو میبندیم میبریمش به مدرسه بعد دو مرتبه دوی بعد از ظهر میریم و مدرسه برش میداریم با همین شرایط میبندیمش به کارسیت ماشین و میاریمش به خانه حالا وقتی که یک بچه نه ساله ای مورد سجود و نمیدونم اکرام و احترام به عنوان مرشد کامل قرار بگیره خب این یه نوع گمراهیه این یک نوع خرافاته اینی که مردمی این گونه تربیت بشن که بگن اگر خدا خواست می شود و اگر خدا نخواست نمی شود در نتیجه دست از هر کار زندگی بردارن من میخوام از شما بپرسم این در کجای مبانی اسلام بوده؟ چرا مسلمان ها این گونه فکر میکنند؟ مگر غیر از این است که امروز روز در اوایل قرن بیست و یکم در کلیه کشورهای اسلامی امکان ساختن یک سوزن چرخ خیاطی نیست نگاه نکنید به اینکه میریم پولامو نمیدیم کارخونه میخریم میاریم اونجا پولامو میدیم سانترفیوز میخریم میذاریم اونجا پولامو نمیخریم ماشین میخریم توش را میریم اینا تمدن نیست تمدن اون کسی تمدن رو پیشرفت و صنعت و تکنولوژی رو اون کسی داشته که این کار رو طراحی کرده و حالا داریم میفروشه به من و شما خود من تا زمانی که در شغل مدیریت صنعتی در ایران در تهران کار می کردم ماشین هایی رو که از آلمان خریده بودیم این ماشین ها در هر روز سه چهار هزار تا سوزنش می شکست به دلیل اینکه ما بلد نبودیم نخ رو اونگونه آماده کنیم و به این سوزن ها بدیم نخیرم که خودش از خارجی خریده بودیم که این سوزنات اون میشکست من یک دوست حساب کردم که برای هر ماشینی بیشتر از قیمت ماشین ما پول سوزن دادیم به خارجی ها حتی سوزن اونم نمیتونیم در داخل کشور بسازیم یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که ببینید در کل کشورهای اسلامی منطقه توی خاورمیانه ببینید که در دویست سال گذشته یک کاشف یک مختره یک کسی که یه چیزی بسازه و با ساختن اون چیز دنیا رو تغییر بده به وجود آمده در کل این کشورهایی که عرض کردم اینها میتونن حتی مواد غذایی خودشون رو بدون نیاز به غربی ها تأمین بکنن و بخورند اگه بخوان بیسکویت بخورن باید بلنشن برن ایتالیا. کوره بیسکویت سازی رو از ایتالیاییه بخرند. آرد مخصوصش هم وارد کنند. سایر عدویجاتش هم از جای دیگه بخرند. یه دفتر از طرف فروشنده کارخونه هم با خودشون بیارند که اگه این کارخونه درست راه نرفت اون تعمیرش بکنه. ما گیر داریم من نیومدم اینجا بنشینم راجع به افتخارات اون صحبت بکنم که اون رو خیلی خیلی بیشتر از شما آقایونی که به من انتقاد میکنید میدونم من میدونم که چقدر هنر ایرانی تا به ونیز رفته چقدر افکار ایرانی سر سر اروپا رو فتح کرده چقدر آثار معماری ایرانی در جهان اثر گذاشته چقدر ظروف زیبا نقاشی های زیبا ترهای زیبا در اروپا تقلید شده از ایرانی ها همه اینا رو من میدونم و افتخارات منم در اون رشته است اگر قرارش به وطنم افتخار کنم به این نکته افتخار میکنم که ملت ایران تمدن ایرانی در جهان تاثیرگذار بوده لیدر بوده رهبر بوده بسیار چیزها رو به جهان آموخته برگردیم به نقاط ضعفمون برگردیم ببینیم در جهان امروز ما چرا در این مقطع هستیم چرا در این مرحله هستیم در 500 600 سال گذشته چه کردیم به جهان چگونه نگاه کردیم به خودمون چگونه نگاه کردیم چگونه اندیشیدیم و حاصلش امروز این شده این اینی که هستیم این خیلی خیلی بدی نیست از جهاتی به دلیل که همین امروز ما نسل جوان داریم نسل فرهیخته داریم نسلی داریم که دارن درس میخونن تحصیل میکنن مطالعه میکنن و به طرف پیش دارن جلو میرن اینا رو همه باز لزومی نداره که من الان یادآوری بکنم اما در مجموع امروز ما از نظر فاکتورهای متعدد در بین 220 کشور دنیا 180 190 176 در این مراحل قرار داریم من ایرانی ناچارم از خودم بپرسم چرا ممکنه 100 پرسنت صد درصد این جواب جواب این چرا رو من نداشته باشم بدم اما مطرحش میکنم که ایرانی وطن دوست دیگری ایرانی پژوهنده دیگری هم این سوال رو بکنه و او هم پاسخهایی پیدا بکنه که مجموعه این پاسخها حاصل یک کار دست جمعی به یک جایی برسه که بدونیم چی رو باید برداریم چی رو بگذاریم من در این تردیدی ندارم که ما در فرهنگ امروز ایرانی بعضی از چیزها رو باید بگذاریم بعضی چیزها رو باید برداریم و حفظ بکنیم اینی که امروز در تلویزیون دولتی ایران یک جوانکی بیاد و بنشینه و با سراحت بگه که عربها ها نمک تاامشون رو از جوراب عرق کرده زوار اعمه اطهار تهیه میکنند خب این این خیلی گمراهیه من فکر نمی کنم که حتی انگلیسا در زمان قاجار که میخواستند هیئت حاکمه ایران رو گمراه بکنن اینقدر زبردستی داشتند و اینقدر بیهیایی داشتند که تا اینجا جلو بیان که در تلویزیون دولتی و رسمی مملکت یه جوانکی بنشینه و چنین سخنی بگه یک بار دیگه میگم که این جوان من شنیدم و دیدم شو که گفت زوار ای که میرن به زیارت قبر امام حسن امام حسین اول فضل پاشون عرق میکنه جوراب عرق کرده ای اونها رو عربا میگیرند تو آب میریزند اون آب رو بخار میکنن نمک حاصل از عرق پای زوار رو به عنوان نمک تام مصرف میکنند خب بنابراین در این شکی نیست که ما میبایست بعضی مطالب رو از روی میزمون بریزیم پایین و بعضی از نکات برجسته فرهنگمون رو نکات متعالی فرهنگمون رو حفظ بکنیم خودمون رو تصفیه کنیم و اگر اینطوری بخوایم به کجا بریم در پایان سخن در هر برنامه نمیشه تکرار کرد وقت برنامه رو میگیره ما از اولیه ترین آثار هنری و ادبیمون سال قرنها قبل از فردوسی اشخاصی بودند که به ما هجوم می آوردند قارت می کردن. زن و بچه ما رو می بیناموسی می کردن با ما مال هم بمنشن می رفتن. ما به اونا می گفتیم تورانیان در طول تاریخ این تورانیان تبدیل شدن به همین قبایل. بیابانگردی که در این منطقه دنیا وجود دارند و پیوستن زیر تهاجم اینها بودیم تا صد سال پیش 150 سال پیش اینها رو مردم جهان بهشون میگن ترک برای اینکه زبانشون ترکیه در این برنامه ها صحبت ما بر سر اون مردمه حالا گروه عظیمی از هموطنان ما در مملکت ترکی صحبت میکنند مورد احترام ما هستند به هر دلیلی زبان اینا عوض شده یا اصلا اینا خود همون ترکان مهاجم هستند از نوادگان اونا هستند حالا دیگه هفت بوش هشت بوش ده بوش در ایران موندن ایرانی شدند هموطن ما هستند بنابراین مقوله دستبندی ترک و فارس شیرازی و اصفهانی کاشونی و قومی رو ما باید کنار بگذاریم بگذاریم و همدیگه کمک کنیم که به اصل مطلب بپردازیم متاسفانه این برنامه تماما به پاسخگویی هموطن تورت زبانم هم گذشت ولی به نظر من لازم بود برای اینکه این نوع سوء تفاهم ها دامنه دارتر نشه شب روزتون بخیر تا برنامه بعد